به نام خدا پهلوان صادق هستم از وبسایت بیاموز.com در این جلسه ما چهار عنصر اصلی در HTML رو آموزش میدیم و نکاتی رو در مورد اونها به شما انتقال خواهیم داد یکی عنوان ها هست پاراگراف ها لینک ها و تصاویر اگر به همین صفحه ای که در مقابل شما قرار داره توجه بکنید ببینید که ما در اینجا یک عنوان داریم که از تگ h1 برای نمایشمون استفاده کردیم و یا مثلا در این قسمت باز به همین ترتیب تگ H2 داریم پس این تگ H1 بود و این هم تگ H2 برای نمایش عنوان ها فهمیدیم که از تگ های H باید استفاده کنیم اگر این مثال رو بیشتر به دقت بکنیم میبینید که تگ H1 به صورت پیشورد زخامتی بیشتر از تگ H6 داره و به ترتیب هرچه به این عدد بزرگتر میشه زخامت اون کمتر خواهد شد اما عنصر بعدی که به اون میخواهیم پرداخت در واقع پاراگراف هست و برای نمایش پاراگراف ها در صفحه از تگ پی استفاده میکنیم اگر باز از ابزار اینسپکت Element استفاده بکنیم و تگ HTML این قسمت رو بهش توجه بکنی، میبینید که از تگ پی برای نمایش این متن استفاده کردیم اما در ادامه این مثال رو هم با هم بررسی میکنیم در اینجا ما سه تگه پی مختلف داریم که معادل اون و یا نتیجه اون رو در این قسمت مشاهده میکنیم خب عنصر بعدی که باش آشنا میشیم عنصر A هست در واقع برای نمایش لینک ها در صفحات وب از تگ ای استفاده میکنیم خب اگر در ذهنتون سوال شده باشه که لینک چی هست من اون رو به شما آموزش میدم ببینید در اینجا هر اون که در واقع در صفحه روی اون کلیک بکنی و ما رو به صفحه دیگری منتقل بکنه لینک هست اینها تماما لینک هست و یا خود این دکمه خودتان امتحان کنید موقعی که روش کلیک میکنم من رو به یه صفحه دومی دو میبره اما در این مثال ما به شما نشون میدیم که با استفاده از تگ href میتونیم مقصد لینکمون رو مشخص بکنیم در اینجا تگ a ای رو باز کردیم ببینید تگ a باز و در اینجا تگ a ای بسته اما داخل تگ a باز ما از یک ویژگی href استفاده کردیم که با مقدار بیاموزاد.com تنظیم شده در واقع با استفاده از خصوصیت href مقصد لینکمون رو مشخص کنیم یعنی به ازای اینکه روی این لینک کلیک بکنیم ما به صفحه بیاموزاد کام منتقل خواهیم شد اما بین تگ ای باز و تگ ای بسته اون متن مورد نظرمون و یا اون متن لینکمون رو قرار میریم ببینید من اگر که روی این لینک کلیک بکنم در همین صفحه سایت به در واقع نشون داده میشه و این به خاطر وجود خصوصیت HREF هست خب عنصر بعدی که باش آشنا میشیم عنصر IMG هست که مخفف ایمیج هست برای نمایش تصاویر در صفحه وب از تگ IMG استفاده میشه من اگر که توی همین صفحه‌ای که قرار داریم از ابزار اینسپکت المنت استفاده بکنم و مثلا این قسمت رو به شما نشون بدم ببینید که از تگ IMG استفاده شده برای نمایش این تصویر خب تگ IMG یه خصوصیت یا یه ویژگی خیلی مهم داره و اون ویژگی سی هست حالا در ادامه در این مثال با این ویژگی بیشتر آشنا میشیم خب میبینید که ما تگ IMG جی رو اینجا باز کردیم ولی تگ بسته‌ای وجود نداره پس توجه داشته باشید که تگ img تگ بسته نداره یعنی مثلا ما اینجا تگ html رو باز کردیم و در اینجا بستیم و یا تگ بادی رو هم به همین صورت اینجا باز کردیم و در اینجا بستیم اما برای تگ img فقط کافی هست که در انتهاش به این صورت عمل بکنیم یک علامت اسلش و علامت بزرگتر خب حالا بپردازیم به ویژگی هایی که در اینجا میبینیم ویژگی src ویژگی width هایت و ویژگی آلت خب uh, SRC مخففه سورس هست و با در واقع آدرس تصویر ما مقدار دهی میشه این تصویری که در اینجا مشاهده میکنید در این آدرس قرار داره در واقع باید این عکس رو خدمتتون توضیح بدم که اگر که به آدرس صفحه نگاه کنید اگر که من در اینجا یعنی به جای این قسمتی که هایلایت کردم این مقدار رو قرار بدم میبینید که همین تصویر رو برای ما خواهد آورد ببینید همون تصویری بود که داشت نشون میداد اما من اگر که اینو کپی کنم و یک بار دیگه برگردم به صفحه قبلی و به جای این قسمت به این صورت عمل بکنم باز همون تصویر رو به من نشون میده این مبحث که چرا ما آدرس کامل عکس رو بیان نکردیم به این خاطر هست که اگر که یک زمانی ما پروژمون رو به یک دامین دیگه منتقل بکنیم اون موقع باید تمامی ویژگی های SRC که استفاده کردیم در پروژمون رو قسمت دامینش رو تغییر بدیم و این اصلا کار جالبی نیست و بهتر هست که در واقع از آدرس نسبی استفاده بکنیم آدرس نسبی و یا همین آدرس مطلق رو ما در ادامه خدمت شما حتما توضیح خواهیم داد پس ما به صورت آدرس نسبی در واقع ویژگی اساسی رو مقدار دهی میکنیم ویژگی ویس و هایت هم که مشخص هست و ارتفاع عکسمون رو مشخص میکنه در ویژگی alt هم به ما کمک میکنه که البته مخفف alternate هست و به معنی جایگزین موقعی که به یه نحوی حالا به یه دلیل مثلا قطع شدن ارتباط ما با در واقع اینترنت و یا اینکه آدرس اشتباهی رخ داده باشه این در واقع متنی هست که جایگزینه عکس ما میشه اگر که من این رو با مقدار مثلا یک دو سه تنظیم بکنم و روی ویرایش کردن کلیک کنم میبینید که این در واقع جایگزینی هست برای تصویر من خب در اینجا به پایان این قسمت میرسیم از شما خواهش میکنم اگر که انتقاد و یا پیشنهادی اگر دارید از قسمت دیدگاه ها اون رو به من مطرح کنید در ضمن اینکه اگر نیاز به پی دی اف آموزش ها دارید میتونید از منوی فروشگاه و قسمت کتاب های آموزشی PDF و از این قسمت اقدام به خرید آموزش HTML بکنید تا متن اون رو هم در اختیار داشته باشید خیلی ممنون که تا اینجای آموزش شما همراه بودید متشکرم و موفق و پیروز باشید خدا نگهدار